این هفته نگاهی دوباره به سود و زیان بازی ها، هولوگرام در خانه و دایناسورها در اتاق غذاخوری. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. باور عمومی بر اینه که بازی‌های کامپیوتری برای سلامت روان انسان خوب نیستند. اما با همه‌گیری کرونا و قرنطینه میزان بازی کردن مردم افزایش پیدا کرد و این ما رو به فکر انداخت که بررسی کنیم بلکه بازی‌های کامپیوتری و گیم‌ها برای سلامت انسان چندان هم بد نباشن. در موقعیت فعلی که نمیشه از خونه رفت بیرون، میشه به جاش نشست جلوی کامپیوتر و پرد شد به قرن 13 ژاپن و با اسب این ور اون ور رفت، یا میشه رفت نیویورک و تو منهتن بین آسمون خراش ها گشت. به نظرم برای گذروندن وقت واقعا عالیه. ما با آدمای مختلف در مورد تأثیری که بازی های کامپیوتری در دوران قرنطینه روشون گذاشته بود حرف زدیم. به نظرم بازی کامپیوتری برای خیلی ها روش کنار اومدن با واقعیته، از جمله برای خود من. بازی کامپیوتری یه جور راه فراره، ولی بدون اینکه آدم رو به درد سر بندازه، چون در حال حاضر همه چی همین جوریش هم درد سره، ولی وقتی پای بازی نشستی آرامش پیدا میکنی. الان با این همه ماجراجویی که در دنیا راه افتاده، بد نیست آدم یه چیزی داشته باشه که حواسش رو پرت کنه، یه چیزی که آدم بتونه خودش رو توش گم کنه. قطعاً به آدم کمک میکنه، به سلامت روان کمک میکنه، فرصتی میشه که با دوستاتون صمیمیتر بشین. در دوره قرنطینه همه از هم جدا افتادن و کسی نمیتونست کسی رو از نزدیک ببینه. بازی‌های کامپیوتری ابزاری‌اند برای اینکه مردم به هم وصل شن. مثلا اگر بچه‌ها رو نگاه کنین، کاملاً براشون عادیه که از طریق بازی فورتنایت به هم وصل شن. خیلی هم خوبه. مردم اینجوری با هم حرف میزنن. بین آدمایی که با ما حرف زدن، یک عنوان بازی مشخصاً محبوب ترین بازی دوران قرنطینه بود. گذر حیوانات. بازی گذر حیوانات افق‌های جدید پارسال روی نینتندو سویچ به بازار اومد. بازیکن‌ها توی این بازی میتونن فعالیت‌های کوچولو موچولو بکنن و در کنارش جزیره موعود خودشون رو هم داشته باشن. یکی از ویژگی‌های خیلی مثبت گذر حیوان‌ها اینه که حقیقتاً بازی آرامش بخشیه. بازی‌های کامپیوتری به جز سرگرمی یک خاصیت دیگه هم دارن، اینکه بازیکن‌ها میتونن با هم حرف بزنن یا همکاری کنن و این یک بُعد اجتماعی به خیلی از بازی‌ها اضافه می‌کنه. من الان Animal Crossing و Monster Hunter World بازی می‌کنم. این دوتا رو به این خاطر بازی میکنم که میتونم با برادرم بازی کنم. برادرم آلمانه، من اینجام. وقتی با هم بازی میکنیم یه جورایی انگار با هم رفته باشیم بیرون. الان با واتساپ حرف زدیم، چند ساعت Animal Crossing بازی میکردیم و از هر دری حرف میزدیم درباره کار اون و کار من و... ولی خب بیشتر وقتی که با هم میگذرونیم مجازیه. پژوهشی در دانشگاه آکسفورد به این نتیجه رسید که بازی کامپیوتری میتونه برای سلامت روان مفید باشه. راستش به نظرم واضحه که خیلی ها فکر میکنن بازی کامپیوتری برای سلامت روانشون خوبه. از نظر من بازی کامپیوتری هم یکی از ابزاریه که اگه بلد باشیم میتونه برای ارتباط با دوستامون به واسطه بازی به کارمون بیاد. پژوهش دانشگاه آکسفورد دو بازی رو بررسی کرد: گیاهان در برابر زامبی ها، نبرد نیبرویل و گذر حیوانات. نتایج این پژوهش نشون میداد که کسانی که بیشتر بازی میکردند احساس بهتری به حال روزشون داشتند. پژوهش ما نشون میده که اگر احساس کنی با کسانی که باهاشون بازی میکنی به لحاظ اجتماعی پیوند داری، اگر احساس کنی حق انتخاب و اراده داری که چه بازی بکنی و توی بازی چه کار کنی، چنین حسایی کاملا با میزان سلامتی روانی هم بستگی داره.
منتها درست نمیدونی که آیا آدم‌های شادتر میرن سراغ بازی‌هایی که به حالشون کمک میکنه یا ارتباط علت و معلولی از اون طرفه. تمرکز این پژوهش فقط روی دو بازی بود که برای همه سنین مناسبن. اگر روی بازی‌های دیگه تحقیق بشه ممکنه نتایج متفاوت باشن. اما به هر حال این اولین باره که داده واقعی در مورد زمانی که صرف بازی کامپیوتری میشه با تحقیق درباره برداشت بازیکن از شادیشون ترکیب میشه. موضوع اینه که فقط خود بازی نیست که به آدم‌ها احساس تعلق به جمع میده و حال روحیشون رو خوب میکنه. سلام، به مسابقات انجمن اساتید تصادف خوش اومدید. من توی بازی درت رالی یا درت رالی 2 یه لیگ را انداختم با چند نفر دیگه که هیچ کدوم اهل بازی مسابقه با ماشین نیستیم. گفتیم ببینیم بین ما رانندگی کی از همه بدتره. الان مدتی گذشته و واسه خودش گروهی شده و خیلی از کسایی که شرکت میکنن میگن بهترین ساعت هفته شون. من خودم افسردگی و اضطراب دارم و برون هراسی خفیف. همین استریم کردن بازی، اینکه مجبورم هر هفته این کار رو بکنم، باعث شده یکم از لاک خودم بیام بیرون و با مقدار زیادی از اضطرابم برخورد کنم. اما یا میشه در بازی کامپیوتری زیاده روی کرد؟ طبعا در هر کاری آدم میتونه زیاده روی کنه، حتی نرمش و ورزش. در نتیجه به جای اینکه بپرسیم چقدر بازی میکنی، باید بپرسیم چرا داری بازی میکنی. پژوهش ما نشون میده که اگه دلت میخواد بازی کنی، احتمالاً برات خوبه. احتمالاً به بخشهای دیگه زندگیت ربط داره و باهاشون هماهنگه. اما اگه بگی بازی میکنم چون حس میکنم باید بازی کنم، انگار که دست خودت نیست. در این صورت اونقدر لذت نمیبری. بازی کردنت مثل موش آزمایشگاهی میمونه که توی یه چرخ بی اختیار راه میره. در نهایت اون چه مهمه کیفیت کاریه که میکنیم، نه کمیتش. در همین روزهای قرنطینه که خیلی‌ها مشغول بازی کامپیوتری بودند، بعضی کارشناسان حوزه درمان هم مشغول امکان سنجی استفاده از بازی‌های کامپیوتری خاص به عنوان ابزار درمانی بودند. شرکت آمریکایی اکیلی اینتراکتیو یک بازی درست کرده به اسم اندیور RX که قراره در درمان بچه‌هایی که درگیر اختلال کم توجهی بیش فعالی هستند استفاده بشه. میخوان در کنار شیوه‌های موجود از این راه هم استفاده کنند. یه بازی هم هست به اسم اسپارکس که در نیوزلند ساخته شده. این بازی رو هم برای درمان افسردگی ساختند. پژوهش در این حوزه البته همچنان ادامه داره. زندگی در دوران همگیری میتونه ترسناک باشه. حتی خونه موندن و پرهیز از تماس با دیگران هم باعث مشکلاتی مثل حس تنهایی و اضطراب میشه. بازی ها میتونن کمک حال آدم باشن. میتونن جهانی برامون خلق کنن بدون ویروس و با انتخاب‌های بیشمار که با دوستان و خانوادهمون کشفشون کنیم. واقعیت اینه که گاهی آدم چیزی جز این نمیخواد. گوگل اعلام کرد کنفرانس آی او دیولوپر که سال پیش لغو شده بود، ماه می امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تویچ گفته کاربرانی که رفتار توهین‌آمیز داشته باشند از سامانش اخراج خواهند شد، حتی اگر این اعمال در فضای آفلاین یا پلتفرم‌های دیگه اتفاق افتاده باشه. و ویلایم خبر از ارائه یک ماسک صورت جدید به اسم سوپر ماسک داد. این ماسک به گوشی‌های حذف نویز، فیلتر هوای هپا و چراغ‌های LED مجهزه. سوپر ماسک که $300 قیمت داره، حاصل همکاری هانیول و طراح لباس‌های فضایی اسپیس اکس. این هفته همینطور خبر درز اطلاعات بیش از 530 میلیون کاربر فیسبوک منتشر شد. فیسبوک میگه درز اطلاعات سال 2019 اتفاق افتاده و اونا یک سال و نیم پیش مشکل رو حل کردن. از جمله اطلاعات درز کرده شماره تلفن 500 میلیون نفر از 106 کشور. شرکت کره‌ای LG رسماً تولید گوشی‌های همراه رو متوقف کرد و تا پایان ماه جولای از این بازار خارج خواهد شد. واحد گوشی همراه این شرکت در 23 دوره سه ماهه متوالی 4.5 میلیارد دلار ضرر کرده. LG قرار تا مدتی خدمات پس از فروش گوشی‌هاش رو ارائه بده.
مهندسین ناسا نسخه آزمایشی سفینه فضایی اوریون رو به آب انداختن. این کپسول 6350 کیلویی در آستانه پرواز آزمایشی ماموریت آرتمیز 2 به آب انداخته شد. هدف این ماموریت فرستادن این سفینه دور ماه و پیاده کردن یک زن و مرد روی ماه و تثبیت حضور همیشگی انسان در این کره است. این هفته اسپیس اکس 60 ماهواره دیگر رو برای پروژه اینترنت استارلینک به فضا پرتاب کرد. این دهمین پرتاب ماهواره در سال جاریه. یک موشک فالکون 9 از کیپ کاناورال در فلوریدا با موفقیت پرتاب و 9 دقیقه بعد به زمین نشست. اسپیس اکس اجازه داره 30,000 ماهواره رو به فضا بفرسته. و در آخر مهندسین دانشگاه کالیفرنیا برکلی یک سگ رباتی راهنمای کمی پرسر و صدا رو به نمایش گذاشتن. مینی چیتا به لیزر و دوربین مجهزه تا مسیر امنی رو در یک محوطه شناسایی و صاحبش رو از یک راه باریک رد کنه. تیم سازنده امیدوارن به کمک این ربات مشکل انتظار طولانی برای دریافت سگ‌های واقعی راهنما رو حل کنن. این ربات میتونه برای انجام کارهای دیگه هم آموزش داده بشه. تولید کنندگان گوشی‌های موبایل در سال‌های اخیر مشغول آزمایش طراحی‌های متنوعی بودند. یکی از این گوشی‌ها که ترکیبی از نمایشگر تبلت و موبایل به دست همکار ما کریس فاکس رسیده تا اون رو آزمایش و بررسی کنه. گوشی تاشو که دیده بودیم، حالا وقت گوشی های لوله شدنیه. راستش خودم هم نمیدونم اسمش رو چی باید گذاشت. این اولین باره که یه دونه واقعیش رو دستم میگیرم. اینجوری میکشی روی دکمه خاموش روشن و صفحش از 6.7 اینچ میشه 7.4 اینچ. اینجا هم مثل گوشی تاشو هدف اینه که راحتی گوشی اندازه معمولی رو با نمایشگر بزرگتر تبلت ترکیب کنن. و اینطور که اوپو اعلام کرده دارن سعی میکنن کاری کنن که موتور در هر نقطه‌ای بتونه بیسته که صفحه رو بشه با هر نوع ویدیویی تطبیق داد. به نظرم خیلی تمیز کار کردن. انگوش رو میکشی اینجا و گوشی باز میشه. بعد اینوری میکشی دوباره بسته میشه. یه صدای خفیفی از موتورش میاد که اگه اتاق خیلی ساکت باشه میشنوید. ولی به نظرم اونقدری نیست که حواس رو پرت کنه. دیگه اینکه من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و فشارش ندم پایین. وقتی این کارو میکنی باز هم موتور راه میفته و گوشی رو میبنده. یه سوالی که خیلی ازم پرسیدن اینه که روی صفحه گوشی‌های منطف رد باز و بسته شدن نیست؟ چرا هست؟ روی این گوشی هم یه خط روی صفحه جایی که میلغزه داخل تلفن هست. ولی اینم مثل گوشی‌های تاشو وقتی دارین استفاده می‌کنین و صفحه روشنه اصلاً اون خط رو نمی‌بینین. خود صفحه هم وقتی روش تایپ می‌کنی حالت اسفنجی یا منعطف نداره. کاملاً سفته. انگار روی یه گوشی معمولی تایپ می‌کنی. مکانیزم بزرگ و کوچیک کردن صفحه خراش هم روش ننداخته. البته این گوشی نمونه آزمایشیه و قاعدتاً زیاد استفاده نشده، ولی خود اوپو میگه میشه بیش از 100,000 بار باز و بستش کرد و خراب نمیشه. نکته دیگه اینه که چون این گوشی نمونه است و قرار نیست به بازار بیاد، بعضی سوالهای مهم رو نمیتونم جواب بدم. مثلا اینکه باز و بسته شدن روی باتری چه اثری میذاره. بعضی از شرکت‌های دیگه مثل LG و TCL هم گفتن دارن روی یه گوشی مشابه این کار میکنن. ولی اونی که پیش از همه یه گوشی که کار میکنه دست ما رسونده اوپوه. مدیرهای اوپو میگن خودشون مستقلن این گوشی رو ساختن و برای ثبت اختراع خیلی از فناوری‌های داخلش درخواست دادن. از طرف دیگه میگن این گوشی فروشی نیست. در نتیجه این سوال پیش میاد که پس چرا هی این ور اون ور نشونش میدن؟ رویه ما در اوپو اینه که فقط زمانی یک محصول رو به بازار عرضه کنیم که از فرایند بسیار سختگیرانه آزمایش گذشته باشه. این گوشی رو هنوز در شرایط اونقدر سخت آزمایش نکردیم. صرفاً برای اینه که ابداع و نگاه رو به جلوی خودمون رو در عرصه فناوری‌های نو نشون بدیم. کلن دیدن دستگاه‌هایی با فرمت جدید همیشه هیجان انگیزه. حالا میخواد گوشی تاشو مثل هواوی میت اکس باشه یا چیزی شبیه مایکروسافت سرفس دوو که در واقع دوتا صفحه است که لولایی به هم وصلن. ولی خب چیزهای جدید همیشه گرونن. مثلا اینا قشنگ بالای 1,000 پوندن. احتمالاً تا زمانی که قیمتشون یه مقدار پایین نیاد زیاد دست کسی نمیبینیمشون. واقعیت افزوده در سالهای اخیر جای خودش رو حسابی وا کرده. لارا لوینگتون گزارشی تهیه کرده از یک تجربه جدید
که تصاویری چشمگیر رو میاره رو گوشیاتون. اپ موزه زنده در واقع ادامه فیلم موزه زنده دیوید اتنبرو که جایزه بفتا هم برد. این اپ با واقعیت افسوده در حقیقت جدیدترین روش‌های تولید رو با قدیمی‌ترین چیزایی که از کره زمین می‌دونیم ترکیب می‌کنه و مخاطب رو می‌بره به دوران موجودات ماقبل تاریخ و با تاریخ طبیعی آشناش می‌کنه. This is Museum Alive. Smilodon. A great cat with immense saber-shaped teeth. وقتی درشتش میکنی جزئیات حیرت انگیزه. باید برم اونور دندوناشو ببینم. در حال حاضر تو این تجربه فقط 3 تا حیوان رو داریم. اوپابینیا که یه جانور دریایی کهنه مال بیش از 350 میلیون سال پیش، دیمورفودون که یکی از اولین پتروسورس‌های پرنده است و اسمایلودون که از ببرهای دندان خنجریه و احتمالاً بعضی از مخاطباتون در کارتون عصر یخبندان دیدنش. There are some extinct creatures here that I've always wanted to meet. وقتی درشتش میکنی جزئیات حیرت انگیزه. و موضوع فقط موجودات نیستن. گشت زدن در این محیط هم خودش بخشی از تجربه است. وسط فرش هم یه درخت داره در میاد. علت اینکه میشه تصویرهایی با این کیفیت ارائه کرد اینه که همه با یه تایملاین فوتوگراماتوری تهیه شدن. مثلا در مورد تنه درخت توی اون صحنه‌ای که دیمورفودون دایناسور پرنده میپره، اگه بری جلو میتونی جزئیات رو با کیفیت بالا ببینی. چون این تجربه تا حالا روی موبایل نبوده. شاید روی کنسول‌های بازی کامپیوتری یا روی سربند واقعیت مجازی که به یه کامپیوتر بازی وصل باشه بوده. ولی ما همون کیفیت رو داریم روی یه وسیله قابل هم ارائه می‌کنیم. البته موزه زنده فقط روی آیفون 8 و بالاتر یا آیپد 8 و بالاتر کار میکنه. هنوز نسخه اندروید نداره و چند تا موجودم بیشتر توش نیست. ولی موجودات دیگه هم دارن آفریده میشن. از جمله دودو که دیگه نمیشه گفت منقرض شده. این در واقع محکیه برای خلق محتواهای ایمرسیو یا درگیر کننده مثل این. چه برای iOS چه برای اندروید. محتواهایی که هم سرگرم کننده است هم آموزنده و روی گوشی قابل اجراست. امسال قطعا خیلی بیشتر درباره واقعیت افزوده خواهیم شنید. مایکروسافت یکی از شرکت‌هایی که قراره عینک خاص خودشو امسال به بازار ارائه بده. اما اونی که از سال 2016 داشته در این حوزه کار می‌کرده مایکروسافت که با هولولنز در حوزه‌هایی از طراحی گرفته تا مهندسی و پزشکی فعالیت کرده. عمر مهتاب گزارش داره در این زمینه. این آخرین مدل هولولنزه. هولولنز 2 مال سال 2019. به نسبت مدل اولیه هم جمع و جورتره هم سبکتر. میشه باهاش وارد دنیایی شد که بهش میگن واقعیت ترکیبی. یعنی چی؟ یعنی یه جور واقعیت افسوده. با این فرق که به جای اینکه اشیای مجازی رو به واقعیتی که جلوی آدم اضافه کنن، میتونی با چیزهایی که میبینی تعامل داشته باشی و اون چیزها همه ریشه در عالم واقع دارن. اما مایکروسافت ظاهراً میخواد از این هم یه قدم جلوتر بره. توی کنفرانس دیجیتال ایگنایت قرار پلتفرم جدیدشون رو معرفی کنن که میگن شیوه همکاری مجازی افراد رو متحول میکنه. The largest mixed reality show ever created. چقدر چیز قراره اعلام کنن و چقدر بسته باید باز کنیم. بریم سراغ اولی. خبر اصلی در مورد مایکروسافت میشه. یه پلتفرم جدید واقعیت ترکیبی که چند نفر میتونن از هر جای دنیا که هستن با هم بهش وصل بشن و یه تجربه مشابه داشته باشن. و کارکردش محدود به هولولنز نیست. با هدست واقعیت مجازی یا کامپیوتر یا حتی موبایل هم قابل دسترسیه. و همونطور که میبینید کارهای زیادی میشه توی این فضا کرد. مثلا میتونین آواتارتون رو هر چی میخواین بذارین یا میتونین اشیاء سه‌بعدی وارد فضا کنین و تغییرشون بدین. مثلا مثل این خرچنگ که من چندین برابر اندازه واقعیش بزرگش کردم. متولی پروژه هولولنز الکس کیپمنه.
راستش این قابلیت واقعیت ترکیبی که میشه باهاش هم فضا هم زمان رو به هم ریخت از اون چیزایی که من رو خیلی سر ذوق میاره. من برزیلی تبارم. شما فکر کن چه کارهایی حاضرم بکنم که دخترم بتونه با دختر خاله‌هاش که برزیلن از طریق واقعیت ترکیبی ارتباط برقرار کنه و لذت ببره. منظورم اینه که امکان حضور در یک جمع رو داشته باشی بدون اینکه واقعا در اون مکان باشی. از اون چیزایی که من مدت‌ها دنبالشم و راستش رو بخواین فکر کنم این اوج تجربه‌ای که در واقعیت ترکیبی میشه ایجاد کرد. در حالی که همه در مورد آینده محیط‌های کاری گمانزنی می‌کنن، شرکت مشاوره اکسنچر یه فضای مجازی ساخته که کارمنداش بتونن با هم در تماس باشن، صحبت کنن و معاشرت کنن. مش در وهله اول به جای افراد آواتارشون رو میذاره، ولی به مرور میره به سمت چیزی که بهش میگن هولوپورتیشن، همین که الکس داره نشون میده، یعنی خود شما رو در فضای مجازی بازسازی میکنن. تا حالا هولولنز همواره معطوف به محیط کار بوده و جالبه که حالا کاربردهای متمرکز بر کاربر رو هم دارن بررسی میکنن. بنیانگذار لالیبرته سیرک دوسوله لون روژه داره بررسی میکنه تا ببینه چجوری میشه کاری کرد که مردم از راه دور با این پلتفرم برن کنسرت، نمایش یا حتی برنامه های خانوادگی. اما خبری که احتمالاً به صدر اخبار خواهد رفت شراکت با نیانتیک، خالق پوکمون گو. صدها میلیون نفر در جهان از همین طریق با مفهوم واقعیت افزوده آشنا شدن. بنابراین چی بهتر از این برای پوز دادن؟ بهتر زیاد جوگیر نشیم، البته این هنوز طرح آزمایشی هولولنزه، یعنی با عرض معذرت قرار نیست به این زودی‌ها یکی از اینا بزنین شکل پیکاچو بشین، ولی به عنوان یه مثال از اینکه در آینده چه چیزهایی ممکنه وجود داشته باشه خوبه و همین برای اینکه بیشتر آدما از جمله خود بنده هیجان زده بشن کافیه. نکته اصلی این نیست که میشه پوکمون رو توی واقعیت افسوده دید، نکته اصلی اینه که میتونی با دوستات بازی و معاشرت کنی، این دنیا رو کشف کنی. اما ستاره برنامه بی تردید فیلمساز برجسته و کاوشگر دریاها جیمز کامرون بود. جناب کامرون برای مجموعه در حال تولید کاوشگران اقیانوس از مش استفاده کرده. به نظر من خیلی سریع فراگیر میشه، چون آدم ها میتونن باهاش همکاری هنری یا کارهای خلاقه دیگه بکنن، موسیقی بسازن، اثر هنری خلق کنن یا با هم روی فیلم کار کنن و چیزهای دیگه. قطعا فراتر از زوم خواهد رفت و وارد محیط‌های کاری و فضاهای کاری مشترک واقعی خواهد شد. اون جایی که به نظر من به کار میاد و تقریبا ازش مطمئنم تعامل جهانی انسان هاست. ضمن این که اگه از چیزی که گفتی خوششون اومد میتونن از این قلب کوچولوها بفرستن یا هرچی. منظورم اینه که مفرم هست. به نظر من آینده همکاری و تعامل اجتماعی همینه. خلاصه اینکه ده ها کاربرد میشه برای این پلتفرم تصور کرد، ولی به رغم اینکه مش روی بیشتر وسیله ها کار میکنه، اگه بخواین هولولنز هم بگیرین که تجربتون تمام عیار بشه باید حدود 3300 پوند پیاده بشی. قیمتش واقعا خنده داره، قطعا باید بیارنش پایین. نکته مهم از نظر من اینه که این فکر جدیدی نیست، یعنی چیزی که مایکروسافت ترک کرده جدید نیست، ایده نیستش که پیش از این نبوده باشه. فقط فرقش اینه که این مال مایکروسافته که هم نیروی انسانیشو داره، هم پولشو، هم مغز و زیر ساختشو برای اینکه ایده ای که ترک کرده رو عملی کنه. به طور خاص ایده همکاری مجازی در این دوره کرونا که همه از هم دور افتادیم خیلی جذابه. قرار نیست به این زودی ها هولوگرام بشین با همکاراتون معاشرت کنین، ولی بعید نیست که پلتفرم های درگیرنده مثل این شکل ارتباطات ما رو عوض کنن. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید، به نشونه bbcpersian.com/click. اخبار دیگر فناوری هم اونجا پیدا میشن. همینطور از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید این برنامه و برنامه قبلی رو ببینید و همینطور میتونید نظر بذارید در مورد گزارش های مختلف ما. از طریق توییتر با شناسه @persianclick هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.